تعداد و نوع جنگنده ها در یک نیروی هوایی دو عامل اصلی کارآمدی و اثر بخشی یه ارتشن. از این رو کشوری که بتونه در این بخش ها خودش رو تقویت کنه توانایی لازم برای شرکت در یک جنگ رو هم به دست میاره، زیرا داشتن نیروی هوایی مؤثر در یک جنگ میتونه ضربات جدی و جبران ناپذیری رو به دشمن بزنه یا برعکس ضعف نیروی هوایی میتونه به خود کشور ما آسیب خیلی جبران ناپذیری رو بزنه. برای مثال ایران در زمان جنگ با عراق به دلیل داشتن برتری هوایی نسبی در سالهای اول جنگ در مقابل ارتش عراق تونست حملات هوایی موثری رو در عمق خاک عراق انجام بده و در مقابل حملات هوایی عراق هم در برخی از موارد توان دفاعی خوبی رو از خودش نشون میده. اما با گذشت زمان نیروی هوایی ارتش در اواخر جنگ به دلیل فرسودگی و تلفات حاصل از جنگ و عدم پشتیبانی فنی درست از جانب آمریکا میزان کارایی خودش رو به نسبت سالهای آغازین بسیار از دست میده و با گذشت نزدیک به 35 سال از جنگ 8 ساله با عراق توانایی نیروی هوایی به صورت فزاینده‌ای کاهش پیدا کرده. به همین دلیل ایران در دهه‌های مختلف سعی در تقویت ناوگان هوایی خودش کرده. اول در دهه 70 دست به خرید جنگنده از دو کشور شوروی و چین زد که لااقل بتونه بخشی از تلفات وارده به بدنه نیروی هوایی رو جبران کنه. اما با توجه به سطح پیشرفت جنگنده‌های دشمن در اون زمان این اقدام برای به دست آوردن کارایی گذشته زیاد کافی نبود. همینطور در سه دهه گذشته صنایع مختلف نیروهای مسلح برای جبران این کمبود سعی در ساخت جنگنده‌های مختلفی داشتند، اما به دلیل نبود فناوری لازم برای ساخت و عدم همکاری کشورهای خارجی به دلیل تحریم‌های سنگین علیه ایران این اقدامات هم مؤثر نبود و مشکلات نیروی هوایی را نتونست حل کنه. اما ایران در سال 98 با رفع تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل تونست بعد از سال‌ها با یک کشور خارجی قرارداد جدید رو امضا کنه و ایران با خرید تعدادی جنگنده سوخو-35 و تعدادی جنگنده آموزشی رزمی یاک-130 از کشور روسیه سعی در رفع بخش قابل توجهی از نیازهای موجود در نیروی هوایی داشت. برای رفع نیازهای موجود در نیروی هوایی ایران حداقل باید 300 تا 400 فروند جنگنده جدید در بهترین حالت در ناوگان هوایی وجود داشته باشه که این میزان با توجه به سطح روابط خارجی و میزان دسترسی ایران برای خرید جنگنده تا حدودی غیر ممکنه. همچنین برای خرید این تعداد جنگنده بودجه بسیار زیادی مورد نیازه که در حال حاضر فراهم کردن این مبلغ برای ایران امکان پذیر نیست. اما میشه در یک بازه و در یک محدوده زمانی خاص این عدد رو فراهم کرد و همینطور در یک بازه چند ساله بخشی از این جنگنده ها رو از کشورهای روسیه و چین خریداری کرد. در بهترین حالت نیروی هوایی ایران نیاز به 70 تا 100 جنگنده برتری هوایی و رهگیر برای پوشش پدافندی و نقاط حساس داره. مناسب ترین جنگنده برتری هوایی در دسترس سوخو-35 که جایگزین مناسبی برای جنگنده های قدیمی F-14 تامکت هستش که سن عملیاتی اونها نزدیک به 50 ساله و الان از اون سن عملیاتی گذر کردن. اما با خرید سوخو-35 به عنوان یک جنگنده برتری هوایی صرفاً توان پدافندی کشور رو تقویت می‌کنن و برای انجام عملیات‌های تهاجمی به جنگنده‌های تهاجمی و بمب‌افکن‌های تاکتیکی مثل سوخو-24 و سوخو-34 نیازه که در حال حاضر این وظیفه بر عهده جنگنده‌های F-4 و سوخو-24 که اکثراً سن اونا نسبتاً بالاست و قدیمی هستند و کارایی چندانی در مقابل سامانه‌های پدافندی امروزی ندارند. در مطلوب ترین حالت ایران نزدیک به 48 تا 60 فروند بمب افکن تهاجمی هم نیاز داره که بخشی از این نیاز رو میشه با ارتقای جنگنده های سوخو-24 نهاجا رفع کرد و برای جبران ضعف های ناشی از کمبود جنگنده هم میشه دست به خرید جنگنده های مثل سوخو-34 و همینطور سوخو-30 از روسیه زد. البته قابل ذکره که کشور روسیه علاقه چندانی به فروش جنگنده سوخو-34 نداره و تا حالا اون رو به هیچ کشوری صادر نکرده، اما میشه به جای اون خرید جنگنده‌های سوخو-30 SM-2 رو جایگزین این خرید کرد. نیروی هوایی در بهترین حالت خودش نیاز به یه تعدادی جنگنده چند منظوره برای انجام عملیات‌های هوایی در داخل یا خارج از کشور رو هم داره. با توجه به خرید تعدادی بمب‌افکن تهاجمی
و جنگنده‌های برتری هوایی و رهگیر، بخش زیادی از این نیازهای هوایی ما رفع میشه. اما هزینه‌های تمام شده این جنگنده‌ها بسیار زیاده و همینطور نگهداری از این جنگنده‌ها و پشتیبانی فنی اونها کار دشواریه. برای جبران این امر جنگنده‌های نیمه سنگین و سبک مثل G10 و میگ 35 مناسب ترین گزین ها هستند، زیرا قیمت تمام شده کمتری دارند و هزینه نگهداری اونها به مراتب کمتر از یه جنگنده سنگین تر هستش. قابل ذکره که نیروی هوایی ایران برای رفع نیازهای موجود خودش به 120 تا 160 فروند جنگنده چند منظوره هم نیاز داره. همینطور شایان ذکره که در حال حاضر با توجه به سطح نیازهای نیروی هوایی و با توجه به منابع مالی محدودی که وجود داره، نمیشه به صورت فوری جنگنده نسل 5 رو در اختیار این نیرو قرار داد و همینطور گزینه‌های در دسترس هم گزینه‌های خیلی محدودی هستند. برای مثال جنگنده سوخو 57 روسیه که از نرخ تولید پایینی برخورداره و حتی موتور اصلی این جنگنده هم هنوز آماده نشده، و دو جنگنده سوخو 75 و G31 چینی هم هستش که همچنان در مرحله توسعه و تحقیق قرار دارن، که برای کشور ما نیاز فوری به جنگنده نسل 5 برای مقابله با ناوگان F-35 دشمن مناسب نیست. همچنین توانای فنی نگهداری این جنگنده ها هم در حال حاضر در کشور موجود نیست و به احتمال زیاد باید روند آموزش خلبانان نسل 5 هم برای ایران صورت بگیره، که خب کار بسیار دشواریه. اما با توجه به سطح تهدیدات خارجی، ممکنه در سالهای آینده ایران به صورت جدی پیگیر ساخت یا خرید یه جنگنده نسل 5 از کشورهای روسیه یا چین باشه که بتونن این تهدیدات رو خنثا کنن. در بخش جنگنده‌های آموزشی و رزمی هم ایران با توجه به افتتاح خط تولید انبوه جنگنده آموزشی یاسین و خرید تعدادی جنگنده آموزشی پیشرفته یاک از روسیه، در صدد رفع نیاز به جنگنده‌های آموزشی موجود هستش که میشه کیفیت آموزش خلبانان رو به میزان قابل توجه افزایش داد. ایران حداقل نیاز به 48 تا 60 فروند جنگنده آموزشی رزمی از انواع مختلف داره تا به صورت پیشرفته بتونه خلبانان رو در داخل کشور آموزش بده. ایران برای داشتن جنگنده آموزشی فراسود میتونه از پروژه های بومی همچون پروژه شهید عرفانیان بر روی جنگنده F7 و جنگنده کوسر بهره ببره، یا حتی میشه تعدادی جنگنده GL9 یا GL15 رو از چین خریداری کرد. برای آموزش کامل جنگنده های سنگین همچون سوخو 35 هم میشه از تعداد جنگنده دو سرنشینگی مثل سوخو 30 استفاده کرد. در آخر هم ایران میتونه با ارتقای جنگنده‌های میگ 29 موجودش به استانداردهای جدیدتر روسیه، این جنگنده‌ها رو در نقش دفاع هوایی لایه آخر استفاده کنه تا نیاز به خرید جنگنده خارجی کمتر بشه، یا حتی میشه با ارتقاء بخش اویونیک و رادار و همینطور جنگنده F-14 تامکت تا چند سال دیگه اون رو به صورت فعال نگه داشت، هرچند هزینه نگهداری این جنگنده با سن بالایی که داره بسیار بالا هستش. با وجود آمار و ارقام گفته شده، نیرو هوایی ایران تبدیل به این نیرو هوایی تمام عیار میشه، اما خرید این میزان جنگنده دور از ذهنه و احتمال بسیار کمی داره که این تعداد جنگنده خریداری بشه. در محتمل ترین حالت نیرو هوایی حدود 64 تا 72 جنگنده سوخو 35 در کنار تعدادی جنگنده آموزشی رزمی یا که 130 خریداری میکنه، و برای امر آموزش تخصصی تر هم شاید برای خرید تعدادی جنگنده سوخو 30 هم اقدام کنه، که میشه بخشی از نیاز نیروی مسلح به جنگنده رو جبران کرد. اما ضعف اصلی ناشی از کمبود جنگنده و سن بالای ناوگان هوایی همچنان پایدار و باقی خواهد ماند. و ممنونم که تو این برنامه با ما بودید. حتما نظراتتون رو برای من نویسنده و بقیه بچه های مشکات بنویسید و خدا نگهدار شما.